فلزات ترکیبی که معلوم نیست از چه مواد دقیقا ترکیب شدن خب اینا کدای عدد ویدیوهای و ترشولد ثابتی رو نمیتونید براشون بگید مثل طلای عیر خالص 18 تا 24 نیست خب اینا ترکیب آلیاجی مثل مس و قل و فوسفور و حالا بعضی با جا با برنج بعضی جا با نیکل بعضی مواقع با پودر فولاد قاتیش کردن حالا عام همه بهش میگن مفرق که خب اگه جنسیت خوب درجه ای که عالی این باشه به این میگم برونز خب اینا با هم دیگه متفاوت میشن از نظر ترکیبی پس اینا ویدیوهای درستی ندارن این چیزهایی که ترکیبی هستن چرا برونز خوب درجه یک مشخص چیه کد عددیش مشخصه کیفیتش کاراییش و باکنشی که نشون میده ولی ترکیبی هایی که فلزات آلیاژی میشن که اصل و نسب درستی ندارن و هرکی هر جوری دوست داشته اونا رو ساخته نسبت به کارش اینا حدودیه اینجا ویدیو های 75 بوده با ترشولد تقریبا سی و 35 سی و که خب میگه 35 حالا خب اینجا ما نمیتونیم بیایم درست عدد رو بگیریم چون شرایط ترکیبی فلزی که شخص دنبالش بوده خودش هم نمیدونسته چیه ترکیبی ها رو میتونید احتمالی حدودی تشخیص بدید این نوع لکه ها متعلق به سیگنال ضعیفان خیلی مواقع زمان تمرین هم میان اینایی که بغل هم میان این هم که مال جایی که احتمالا صفر شده تغییر زمینه اینا هم عدمن نباید حفره و چالو و مسیر ساخته شده باشه میتونه طبیعی هم باشه که خب این تشخیصش با استفاده از نوع تنظیمات خاص خودش ولی میریم سراغ این هفتاد و که در اینجا گرفته بوده اپراتور حالا با ترشولد سی که اصلا میتونه باشه چون اصلا وقتی که شما فلزات آلیاجی دارید این حتی دیویاشم هم،, هم درست در نمیاد خود ویدیوهایش هم درست در نمیاد چون نقص اون هدف است نقص اون فلزه است که باستاب معینی نداره هر دفعه فشار وارد میکنی یه جریان متفاوتی رو میتونه بده یا اصلا در طول زمان میدان پذیر شده خیلی تغییرات درش ایجاد شده چون بعضی فلزاتی که با هم ترکیب میکردن احتمال سرعت پوسیدگیشون نسبت به اونای دیگه بیشتر بوده خب اینا مشکلات یه هدفه ربطی به هدفهای خالص و خوبه درجه یک نداره حالا اصلا روش G1 میریم اتورال رو میزنیم R1 G1 رو انتخاب میکنیم P100 c و CM میکنیم خب اینجا چون ترکیبی از یک آلیاژ بوده اینجا 75 بوده خب ما میایم 75 رو در اینجا انتخاب میکنیم در این قسمت تیک تیپشو ولی طبقه پایینتر یا بالاترش هم میتونیم انتخاب کنیم چون آلیاژ ترکیبیه نمیدونیم چیه ترشولدش هم که به سمت پایین بوده خب میتونیم بیایم یه طبقه پایینتر تیک تیپش رو انتخاب کنیم این کار هم میتونیم بکنیم آلیاژ ترکیبی اصلا هیچ پایا درستی نداره در باستاب میدانیش که سیستم درست تشخیص بده سیستم هوشمند همه تشخیص میده ولی اینا دیگه جزو منابعی هستن که امکان داره تغییر حالت میدان پذیری داشتن به مرور زمان این هاتراک، حالا هاتراک رو هم روشن میکنیم، تیک تیپش رو پی صد میزنیم، میاییم روی دیوی پنجا خب چیز خاصی نمیگیریم که ما اینجا بگیم که هدف مورد نظر رو های ما در این طبقه گرفتیم یا نه اینا توی پول تب ها میرن میگیم خب شاید پول تب رو روشن کنیم، این منبع موارد خاصی داشته چون ترکیبی بوده عمق زیاد پوسیده بوده حالا هرچی که بوده چون اومدیم این قسمت رو انتخاب کردیم برای صحنه اصلی کار دیگه پول تاب و تیک تیپ روشن میکنیم پی صده میزنیم اینجا یه لکه رنگ میاد میشه 75 خب این 75 خودش رو تک داده ولی بازم جفت نیست که ما بگیم اینجا درست گرفته اپراتور البته اینجا چون اصلا ترشوردش پایین بوده اپراتور میتونه مرکز هدف هم نگرفته باشه این فلزم میتونه ترکیب آلیاجیش اصلا با ویدیوی هفته هفتاد پنجی که اپراتور داده بوده یکی بالا یکی پایین بوده نخونه اینا همه دیگه حدودی تقریبی میشه این برای فلزات ترکیبی آلیاجیه و اومدیم از دیوی خودش استفاده کردیم با اینکه در از ترش مورد نظر در صحنه اصلی کار ترشول 45 دیوی 80 95 و بعد اپراتور انتخاب میکرده حالا چون گفته شاید احتمالی منبعی باشه به من پاسخ بده اومده ترشولد پایینی مانند ترشولد سی یا سی و به طور مثال انتخاب کرده که اینجا داره ویدیوی های رو تک میده جفره میده یه سی هم که بوده همینجا سر جای خودش هست حالا دیویش هم بیاریم پایین تر این بازم تغییر حالت میده میره روی عدد 41 ببینید 41 ها در پولتپ هایی هستن که بعضی مواقع مس های پوسیدن بعضی مواقع همیشه نه این الان رفته تو پس زمینه اینجا یعنی در ترکیب پس زمینه ای که اگه با بالانس ترکای های مقداری کار کنیم این حدودی شاید مشخص بشه اینجاست روی 41 خب این نمیخونه او دیویژ پایین پایینه ربطی هم نداره ها فقط جهت آشنایی این تصویر رو گذاشتیم که ببینید در صحنه اصلی کار امکان داره چه اتفاقاتی بیفته ولی این 75 روی دیوی 50 که نزدیک به ترشولد سی سی و پنجه حدودی برای فلز ترکیبی داره جواب میده ولی در دیوی پایینش هم میاد 41 میده میگه چیزی شبیه مثل پوسیده یا امثال اینه که خب اصلا میتونه روسای پخته و منابع دیگه همین این پاسخ بده چرا چون این دیگه حدودیه شما اگه دیوی پایین یا ترشولد ویدیوهای دیگه رو بخواین انتخاب بکنید چون ما اصلا الان میتونه بیایم اینجا بگیم آقا ما میخوایم سیلور انتخاب کنیم خب این درست نیست چون اصل چیزی که ما برای تفکیک انتخاب کردیم یا اپراتور انتخاب کرده بوده ویدیوی 75 بوده نه اصلا ویدیوی 70 بوده حالا چه 70 چه 75 چون ترکیب آلیاژی زیاد اهمیتی هم نداره برای کاری که بخواد کسی روش انجام بده ولی الان اگه ما بیم سیلور رو اینجا انتخاب کنیم هر عددی از سیلور اینجا بیاد حدودیه تقریبیه الان ما سیلور رو انتخاب کردیم اینجا کد عددی اومد تو سیلور هم نی فقط یه لکه رنگ اومد میتونیم این دوتا رو از اینجا حذف بکنیم مربوط به اون فلزی که در طبقه 70 75 بوده پی 100 رو بزنیم بیایم اینجا ببینیم چه عددی روی سیلور داره میده داره 20 و 27 میده خب اینجا رفتی به هدف اصلی نداره تو این سیلور رو انتخاب کنیم من اینکه بریم ویدیوی 95 چه 45 بدیم دوباره اینجا تصویرگیری کنیم ببینیم اصلا اینجا نقره پاسخ میده که اگرم بده فکر نکنم درست باشه در هر صورت اینجا شرایط تشخیص فلزات ترکیبی مانند اونهایی که گفتیم به این صورت خواهد بود یعنی شما دقیقا نمیتونی با یه عدد درست ترکیبی رو بگیری چون اینا جزو فلزات واقعی اصل خالص به درد بخور نیستن این هم یکی از روش‌هایی بود که میتونید هودی تشخیص بدید تا تکلک تا جفتم نشده مثلا گفتیم چون ترشول پایین انتخاب کرده امکان این هست ولی بازم حداقل بعد یه کوچولوترش یه گوشه ای که ما دلمون خوش میشد که یه کد عددی از خود 75 رو دوباره داره میده با اینکه اینجا 66 میده منابع دیگر رو داره میده نمیتونیم روش محاسبه کنیم در صحنه اسکا اینا جهت آموزش تشخیص منابع ترکیبی بود که بتونید بهره ببرید ازش